مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مثقال حسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دام ظله در شهر مقدس کربلا بر اساس ارزش‌های دینی، انسانی و ملی خود همچنان به پیگیری امور مربوط به خدمت رسانی به جامعه عراقی می‌پردازد. به این منظور هیئت نمایندگی مؤسسه مثقال حسین علیه السلام به ملاقات مسئولان استانهایی که دارای گذرگاه‌های مرزی ثمینی مرتبط با تردد انبوه زائران و عزیمت کنندگان به عراق در مناسبت‌های دینی به ویژه زیارت میلیونی اربعین حسینی هستند رفت. این مؤسسه با توجه به کمبودهای قابل توجه این گذرگاه‌ها از نظر خدماتی با مخاطب قرار دادن استانداران از آنها خواست تا برای رسیدگی به گذرگاه‌های مرزی اقدامات لازم را به عمل آورند. برای پیگیری این موضوع مؤسسه مثقال حسین علیه السلام هیئت رسمی به نمایندگی از خود به منظور ارائه پیشنهاداتی به دستاندرکاران و مسئولان مربوط تشکیل داد. هیئت مذکور در این رابطه تاکنون با مدیر دفتر استاندار استان مجسان و معاون استاندار استان بصره ملاقات کرده است. طی این دیدارها هیئت نمایندگی مؤسسه مثقال حسین علیه السلام ضمن ابلاغ درخواست رسمی ارتقای کیفی و خدماتی گذرگاه‌های مرزی اطلاعاتی در رابطه با پروژه‌های این مؤسسه، مخصوصاً پروژه‌های قانون حمایت از ایتام و چشمانداز اربعین BC با حضور 50 میلیون زائر را به میزبانان خود ارائه کردند که مورد استقبال آنان قرار گرفت. هیئت نمایندگان مذکور همچنین پرچم گنبد مطهر حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام را به استانداران استانهای میسان و بصره تقدیم کرد.